سلام دوست عزیز، خوش آمدین به چینل ستاری که چینل فلاک. امید که جور صحت مند باشین. دوست عزیز، امروز روز اول رمضان است. من خواستم که به افطاری و هم چنان بعد از افطار من غذا آماده کنم و یک ویدیو هم بگیرم که به افطاری من آش آماده کردیم. خواستم که ویدیوش همچنان امرو با شما شریک بسازم که من ضرورت دارم تمام مواد ما بالای میز موندیم که آل تمام شدانتان رو معرفی میکنم. در اول من فقط دو قاشق نانخوری روغن اضافه میکنم. البته زیاد اضافه نمیکنم چون روغنی زیاد خوش ندارم، دوست ندارم. یک قاشق نانخوری سیر زیاد نمیخوایم سرخ کنم و همچنان دو عدد بانجان رومی اضافه کردم و ایره خوب هم دیگر میکس میکنم. دو قاشق چای خوری رب بانجان رومی اضافه میکنم و ایره هم خوب مخلوط میکنم. حالا یک مقدار بسیار کم آب اضافه میکنم، نمک و زردچوبه همچنان قدر ضرورت و دو دانه چیکن کیوبس اضافه کردم بخاطر طعم خودهاش و دو قاشق چای خوری شپت و مرچ دلمه. ما فقط نیم عدد کچالو را خوب توته کردیم و حالا ایره هم اضافه میکنم و زردک امرو با مطر که البته زردک و مطر تیار بود، قوطیای تیار بود از استفاده کردم. نخود هم اضافه کردم که من همیشه نخود جوش دادگی در فریزر میمانم، هر وقت که ضرورت شد استفاده میکنم و نیم پیمانه یا نیم گلاس هم آب اضافه کردم. من خواستم که یک چتنی هم امرای هاش را آماده بکنم. باز هم آب اضافه کردم، یک پیمانه آب اضافه کردم. البته آش وقتی که آش در دیگادی پخته کنیم آب زیادتر ضرورت داره. 3 پیمانه آب اضافه کردم یا 3 گلاس و حال هم پالک یا سبزی اضافه کردم. من آش که میخرم از بیرون میارم تمامش توته میکنم در قوطیایی که من دارم یا بوتلایی که دارم در نمی میمانمشه. فقط من نیم پاکت آش به امشب پخته میکنم چون زیادش خورده نمیشه و ایره خوب با آب مخلوط میکنم که اگر به می شکل بانم باز البته دانه دانه نمیشه، کلش یک طرف جمع میشه. باز هم نیم پیمانه آب اضافه کردم. وایره ما به مدت 10 الی 15 دقیقه میمانم، حرارتش قدر زیاد نباشه. و این هم چتنی که فقط ما از گشنیز، یک دانه بانجان رومی و 3 عدد مرچ تازه آماده ساختم. خواستم که یک جوس لیمو هم اضافه بکنم که من نیم گلاس آب لیمو بوره همراه با 2.5 گلاس آب اضافه میکنم چون در رمضان زیادتر خوب است که آب لیمو استفاده کنیم. و خواستم که خورما را هم آماده بسازم. من همیشه خورما را خستیش دور می سازم، در پینش چهارمغز و بادام اضافه می کنم که خیلی خوشمزه می باشه. چون ما فقط ما و شوهرم هستیم دو نفر، ما فقط می 4 عدد هر روز آماده می سازم. دوستای عزیز، من گشنیز همیشه در آخر اضافه میکنم چون
وقتی که در اول اضافه کنین یا وقتی که آش جوش بخوره اضافه کنین. گشنیز خود سیاه می سازه. حالا هم این ظرف هم انتخاب کردم، آش در این ظرف می کشم. شما اگر دوست داشتین میتونین چکه هم اضافه کنین، ولی من خودم دوست ندارم، فقط تو ساده خوش دارم. و یک چلو سفید هم آماده کردیم و ای هم از آش افطاری ما که خیلی خوشمزه بود. من فقط کوفته و برنج آماده کردم همراه با آش، چون زیاد چیز خورده نمیشه و ما نمیخوایم که اسراف شوه. فقط یک غذای ساده. امید که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. الله نگهدار.